بعد از یه سری خبر راجع به اینکه سیستم عامل بومی و گوشی‌های بومی قراره به بازار عرضه بشن، شرکت داریا که اسم آشنا توی واردات گوشیه، اقدام به عرضه یه گوشی به اسم باند کرد که طبق ادعای خودش با برند داریا و به عنوان یک گوشی ملی داره عرضه میشه. بعد از حواشی زیادش خود این شرکت اعلام کرد که ما فقط ODM هستیم، یعنی روی نرم افزار و طراحی پشتی دستگاه کار کردیم و این دستگاه تولید چینه و به صورت رسمی وارد کشور میشه. تمام این حواشی رو ما میخوایم بذاریم کنار، ببینیم داریا باند چند مرده حلاجه و توی بازاری که پر از نسخه ها و مدل های مختلف میان رده است عمل کردش چطوریه و ارزش خرید داره یا نه. با ما همراه باشید. برای شروع میریم سراغ آنباکس کردن این محصول که یه آنباکسینگ خیلی جذاب رو میتونه به کاربر هدیه بده. وقتی گوشی رو شما آنباکس میکنید، ابتدای به امر خود گوشی رو میبینید که تمام مشخصات روی اون درج شده. برخلاف بقیه شرکت ها که آره به صورت تصویری هست، اینجا تمام مشخصات گوشی رو میتونید به صورت تکست ببینید و جایگاه های مختلف و درگاه ها رو به شما نشون داده. گوشی رو اگر بذاریم کنار، زیر باکس یه دونه کارته. این کارت برای اینه که شما بتونید واژه‌هایی که برای بازیابی کیف داریاتون به دست میارید رو اینجا یادداشت کنید و یه جا نگه دارید. دو طرف این ورقه عنوان شده که یک جای امن اون رو نگه دارید و توی کیف پول خودتون هم نباشه، چون تنها راه حل بازیابی اکانت شما همین 12 تا کلمه عبوره. این قسمت هم اکسسوری های گوشی و همراه خودش داره که وقتی بازش می‌کنیم سوزن سیم کارت رو می‌بینیم و زمانی که کل جعبه رو باز کنید میبینید که از نظر اکسسوری منهای شارژر که توی جعبه نیست، این گوشی کاملا به فکر کاربرا بوده و یه کابل با کیفیت USB C/C داره، یه تبدیل USB-C به جک 3.5 میلیمتری داره که توی اکثر گوشی ها یا حتی میتونیم بگیم توی 99% گوشی ها وجود دیگه نداره و این یک آپشن خیلی خوبه. در کنار اون هدفون رو هم داریم میبینیم که طراحی شبیه هدفون های اپله و سریع USB-C داره. این مورد چیزیه که توی هیچ کدوم از گوشی های جدید نمیبینیم و اکثریت اونها هدفون رو هم حذف کردن و به عنوان یک آپشن به صورت جداگانه میفروشن که یک ویژگی خیلی بارز و جذاب هست. این دفترچه ها توی 3 زبان انگلیسی، عربی و فارسی چاپ شدن و نشون میده که داریا بازار هدف گسترده‌ای رو برای این گوشی در نظر گرفته و طبق گفته خودشون احتمالاً اولین بازار خاورمیانه باشه. همینطور در کنار همه اکسسوری‌ها یک قاب سیلیکونی شفاف رو هم داریا قرار داده تا مشکل اکسسوری نداشته باشید و از گوشی بتونید به خوبی محافظت کنید. برای جنبندی بعد عنوان کنیم که مجموعه اکسسوریایی که همراه این گوشی خیلی کامله، برخلاف رقبا خیلی از آیتم‌ها حذف نشده، مثل هنسفری و تبدیل جک 3.5 میلیمتری که این باعث شده ارزش خرید باند به شدت بالاتر از رقباش باشه. تنها موردی که شما باید جداگونه خریداری کنید شارژر 66 واتی این محصوله که داریا با یه قیمت مناسب برای همه این امکانو فراهم کرده که این شارژر رو تهیه کنن و یک شارژر 66 واتیه که طبق ادعای این شرکت میتونه گوشی رو از 0% تا 100% توی مدت 50 دقیقه شارژ کنه. طراحی بدنه باند یه حس و حال عجیبی به شما میده. هم آشناس، هم یه ذره تازه است. چرا؟ چون این طراحی بدنه رو شما قبلا توی گوشی‌های پرچم‌دار بعضی از شرکت‌ها مثل سامسونگ دیدید. این بدنه ساندویچ پنل یه فریم فلزی و دو تا شیشه است که شیشه پشتی مات، حس خوبی داره و اجازه میده که کاربر با گریپ بیشتری دستگاه تو دستش بگیره. اما چیزی که نظر همه رو تو نگاه اول جلب می‌کنه دوربیناشه. برآمدگی دوربین این گوشی خیلی شبیه شیائومی و نوکیا توی گوشی‌های میان رده‌شونه که نشون میده داریا به سراغ همون وندور رفته و همون دوربینا رو برای گوشی خودش سفارش داده. ابعاد این گوشی در کنار وزن 210 گرمیش باعث میشه دست گرفتنش راحت‌تر بشه. اگر بخوایم راجع به دکمه‌ها و درگاه‌های این گوشی توضیح بدیم، باید بگیم که دکمه‌های ولوم و پاور روی لبه راست قرار دارن، بزرگن و کار کردن باهاشون راحته، اما حس تکتایل خوبی رو به کاربر نمیده. لبه پایینی دستگاه میزبان میکروفون، اسپیکر، USB-C و درگاه سیم کارته. توی بخش صفحه نمایش داریا سعی کرده یه صفحه نمایش با کیفیت AMOLED رو توی این دستگاه جا بده. ابعاد 6.78 اینچه، تراکم پیکسلیش هم 388 PPI.
تمام این اعداد و ارقام نشون میده که این صفحه نمایش برای گوشی میان رده خیلی جذابه و نرخ به روزرسانی 120 هرتزی این صفحه نمایش هم به شما اجازه میده محتوا رو با سرعت و کیفیت بهتری ببینید. البته زمانی که محتوای ثابت داره روی صفحه نمایش داده میشه یا شما اون رو لمس نمی‌کنید، این نرخ به 60 هرتز برمیگرده که کمک میکنه باتری شما بیشتر دوام بیاره. یکی از نقاط قوتی که بان خیلی روش تمرکز داره اندروید 13 همراه با پوسته داریا OS 4 که روی این گوشی نصب شده. داریا میگه مهندسای ایرانی این سیستم عامل رو طراحی، بهینه‌سازی و روی این گوشی نصب کردن. به صورت کلی داریا مانور زیادی روی وب 3 داده و بحث یوزر مانیتایز یا درآمدزایی کاربران رو توی این گوشی مطرح کرده که بعداً به صورت مفصل راجبش صحبت میکنیم. توی بحث شخصی سازی هم این گوشی امکانات خیلی زیادی نداره ولی سعی کرده استاندارد طراحی اندروید رو رعایت کنه و قابلیت‌های کوچیکی که گوگل توی این سیستم عامل قرار داده رو در اختیار کاربر قرار بده. سنسور اثر انگشت این گوشی زیر صفحه نمایش قرار داره و از نوع اپتیکاله، یعنی نور رو به انگشت میتابونه و تصویر اثر انگشت رو با اون چیزی که توی خودش ثبت کرده مطابقت میده. تنها مشکلی که داره اینه که این سنسور عملکرد پایداری نداره و امیدواریم با بروزرسانیایی که داریا انجام میده این مشکل حل بشه. یه بار میگیره یه بار نمیگیره. حالا من نمیدونم اثر انگشت من خرابه یا سیستم عامل. توی بحث سخت افزار باند از یه پردازنده تولید مدیاتک استفاده کرده که پردازنده 8 هسته‌ایه و قدرت خوبی رو برای این گوشی فراهم میکنه. همینطور پردازنده گرافیکی هم که توش هست میتونه بازی ها رو با تنظیمات متوسط با نرخ فریم قابل قبولی اجرا بکنه. این موضوع به این معنی نیست که این گوشی گیمینگ اقتصادیه یا میتونه خیلی از پردازش های گرافیکی رو به شکل خیلی خارق‌العاده خوب اجرا کنه، اما تو رده قیمتی خودش عملکردش قابل قبوله و با رقباش میتونه مقایسه بشه. دوربین این گوشی و ماژول سگانه 58 و 2 مگاپیکسلی تشکیل داده. میدونم این عددها برای شما خیلی آشناست. یعنی چی؟ یعنی همون عددهایی که شیائومی و هواوی هم توی میان رده هاشون ازش استفاده میکنن. بنابراین میتونیم بگیم دوربین 50 مگاپیکسلی توی شرایط نوری خوب تصاویر خوبی به شما ارائه میده. دوربین 8 مگاپیکسلی اولترا وایدش میتونه تصاویر خوبی رو ضبط کنه، اما از نظر دقت رنگی و همینطور اعوجاج حاشیه عکساش کمی دچار مشکلی که احتمالاً نرم افزاری باشه. و دوربین 2 مگاپیکسلی هم که قطعاً تعریفی نداره تو حالت ماکرو چون هیچ جزئیاتی رو ثبت نمی‌کنه. دوربین 16 مگاپیکسلی سلفی این گوشی تصاویر رو توی محیط بسته با نویز زیاد و سفیدسازی بالا انجام میده، یعنی پوست شما به قدری سفید میشه که حس میکنید سفید برفید. توی بخش فیلم برداری هم این گوشی میتونه با کیفیت 4K و نرخ فریم 30 فریم بر ثانیه ضبط کنه. البته این رزولوشن به فول اچ دی هم قابل کاهشه، اما خبری از فیلم برداری 60 فریم بر ثانیه توی این گوشی نیست. همینطور طبق ادعای سازنده این گوشی OIS یا همون لرزشگیر اپتیکال دست رو داره، ولی عملکردش به هیچ عنوان در سطح رقبای میان ردش هم نیست. این گوشی باتری 4700 میلی آمپر ساعتی داره. درست عددش در مقابل رقبا کمتره، ولی یک از شارژ 66 واتی پشتیبانی میکنه که طبق ادعای سازنده ظرف 50 دقیقه باتری رو از 0 به 100 میرسونه، و دو پردازنده 6 نانومتری که توی مصرف انرژی خیلی بهینه عمل میکنه و میتونه یه روز کامل کاری رو همراهتون باشه. برای جمع‌بندی بعد عنوان کنیم این گوشی یه ترکیب جالب از نقاط قوت و نقاط ضعفه. این که برای چه کاربری مناسبه یا چه کسایی سراغش میرن رو ما نمیتونیم تعیین کنیم، ولی باید گفت توی بازه قیمتی که حضور داره یه سری نقاط قوت مثل صفحه نمایش بزرگ 120 هرتزی با پنل AMOLED، طراحی جذاب، قابلیت فست شارژ و همینطور استفاده از اندروید 13 میتونه برای کاربرا جذاب باشه. اما از اون سمت عملکرد متوسط دوربین تو عکاسی و عملکرد ضعیف توی فیلمبرداری قطعاً کاربرایی که توی شبکه‌های اجتماعی دنبال به اشتراک گذاری تصاویر خودشون هستن رو از این گوشی دور میکنه. بنابراین نمیتونیم به صورت مستقیم بگیم چه کاربرایی میتونن سراغ این گوشی بیان و چه کاربرایی بعد ازش دوری کنن. تصمیم با خودتونه. خیلی دوست دارم نظر شما رو راجع به اولین گوشی داریا بدونم. حتما توی کامنت ها برای من نظرتون رو بنویسید. لایک فراموشتون نشه. اگر کانال ما رو سابسکرایب ندارید سابسکرایب کنید که کلی ویدیوی باحال تو راهه. تا ویدیوهای بعدی خداحافظ.